هر چقدر پیله شما قطر بیشتری داشته باشه محدودیت برش کمتری داره. بعضی از مدل ها تسمه دارن، مثل تسمه تایم ماشین. سیم سیار که طولانی باشه اتوولتاژ به وجود میاره. نمیخوام شما رو بترسونم. فارسی بورد هایی که اسلایدی نیستن دقت بهتری دارن، بیشتر از 47 درجه نمیتونید بزنید. و اما آپشن بعدی که معمولا دقت نمیشه و حتی توی کاتالوگ ها هم بیان نمیشه، شما باید آپشن های دیگری که دستگاه داره یا عکس دستگاه یا نقشه انفجاری دستگاه متوجه بشید که این آپشن چی هست. بحث موتور دستگاه هست. دو نوع موتور بیشتر روی فارسی بورد ها نصب میشه، در واقع سه نوع موتور هست. نوع اول و نوع بسیار مرسوم موتورهای یونیورسال هست که به اصطلاح موتورهای زغالی هم میگن، یعنی جای زغال دارن و زغال نصب میشه روش. نوع دوم که باز هم نوعی هست که خیلی رایج نیست به اندازه یونیورسال، اما هست، نوع الغایی هست که موتورهای تکفاز یا موتورهای سفاز دارن در مدلهای بزرگتر. یه نوعی هم هست که موتورهای براشلس دارن که یه چیزی بین یونیورسال هست و موتور سفاز، که مزیای موتور سفاز داره و معایب موتورهای یونیورسال هست کرده. از اون طرف مزایای موتور یونیورسال هم داره که تو ایران فعلا مد نشد. حالا ممکنه سالیان بعد، چند سال آینده، نوع براشلسش هم بیاد. اگر بیاد که خب فوق‌العاده است. اگر دنبال آپشن هستید مثل سافت استارت، مثل ترمز، مثل کنترل دور و مانند اونها، حتما و حتما باید سراغ موتور یونیورسال برید. چرا؟ چون کنترل دور، سافت استارت و مانند اون در موتور یونیورسال بسیار ساده است و بسیار بسیار ارزون هست. اما اگر نه، دنبال چنین آپشن هایی نیستید و استقامت بیشتر دستگاه، نیاز کمتر به تعمیر و نگهداری، صدای کمتر در حالت بیباری و حتی حالت کار براتون مطرح هست، میتونید فارسی بورد با موتورهای الغایی رو هم خریداری کنید. یه نکته‌ای که وجود داره، موتورهای یونیورسال در توان برابر با موتورهای الغایی، یعنی اگه جفتشون مثلا دو اسب باشن یا جفتشون یه توانی داشته باشن، موتورهای الغایی وزن و حجم بیشتری دارن. از اون طرف موتورهای الغایی تا یه تعداد دوری رو میتونن ساپورت کنن و بهتون بدن که معمولا حدود 4000 خورده دور هست، اما موتورهای یونیورسال دورهای خیلی بیشتری میتونن بهتون بدن. برای همین است که جلوی موتورهای یونیورسال همیشه گیربکسی میذارن که گشتاور یا زور رو بیشتر میکنه و از اون بعد دور رو کمتر میکنه. دلیل این که موتورهای یونیورسال صدای بیشتری میدن هم همینه، در واقع به خاطر گیربکسی که دارن این اتفاق میفته. در واقع شفت موتور حداقل با یک واسطه به یک چرخ‌دنده متصل است و اون چرخ‌دنده وصل میشه به محور خروجی که تیغه شما بهش وصل میشه. بنابراین تنها تفاوتی که این دوتا دارن بحث صدا هست، که اون صدای کمتری داره و تأمین نگهداری کمتری داره و موتور یونیورسال اون آپشنایی که بهتون گفتم رو داره، علاوه بر یه کوچولو پرسرصداتر هست و بحث تعویض زغال و سرویس نگهداریش هم هست که خب ذات موتورهای یونیورسال هست. این نکته هم حتما رعایت کنید در انتخاب فارسی بورتون. اما اگر به دنبال فقط بحث صدا هستید، صدای بیباری، آره خب یونیورسال صدای بیشتری داره، اما صدای نقطه کارشون، یعنی وقتی دارید استفاده میکنه، خیلی تفاوتی نمیکنه. برای کار کردن توی خونه جفتشون صدای بلندی داره. و نکته بعدی که خیلی میپرسید از من، واقعا هم خیلی میپرسید، حقم دارید بپرسید، اینه که چقدر صدا تولید میکنه. ببینید دوستان، صدایی که دستگاه نجاری تولید میکنه کلا سنجش صدا بحث دسیبل است. هر چقدر عدد دسیبل بالاتر باشه، اون صدای بیشتری تولید میکنه، یعنی دستگاه صدای بیشتری تولید میکنه. حد شنوایی گوش انسان هولوش 80 دسیبل است که به گوش آسیب نمیرسونه، حتی اونم بستگی به میزان قرارگیری در اون فضا داره. اما فارسی بورد 102 تا 106 دسیبل تولید میکنه. یه نکته تو پرانتز بگم، ببین بچه ها، دسیبل خطی نیست، یعنی 80 دسیبل دو برابر 40 دسیبل نیست، اینو مد نظر قرار بدید. 106 دسیبل صدای خیلی بلندی است و شما تو آپارتمان و یا تو پارکینگ خونتون که میخواد استفاده کنید حواستون باشه. فارسی بورد صدای بلندی تولید میکنه، یا باید به هر نحوی عایق کنید، مهارش کنید، یا استفاده نکنید، به جایی برید که قابلیت استفاده داشته باشه. برای اینکه ببینید چقدر صدا تولید میکنه، من در واقع دسیبل سنج آوردم، میذارم تو فاصله یک متری و شما ببینید چقدر صدا تولید میکنه در حالت بیبار. بچه ها، من برش رو انجام نمیدم، فقط فارسی بورد رو روشن میکنم.
دیدی چه اثری تولید میکنه، برابری صدایی که تولید میکنه برای استفاده در محیط های آپارتمانی و یا پارکینگ اینا مناسب نیست، مگر اینکه بخواید همسایه رو آزار بدید. یه مثال دیگه خدمتتون بزنم. ببینید صدای نفس کشیدن آدم 10 دسیبل اندازه شد، صدای صحبت کردن معمولی یعنی صدایی که من دارم باهاتون صحبت میکنم هولوش 50 دسیبل هست، صدایی که فارسی بول تولید میکنه تقریبا بین 102 تا 106 دسیبل هست. البته ما حالت بیواری اینو تست کردیم، قطعا وقتی متریال رو برش میده صدای خیلی بیشتری تولید میکنه، اما صدایی که موتور جت تولید میکنه 120 دسیبل هست. اینو خواستم خدمتتون بگم که طبق گفتهای اول این اپیزود صدای دستگاه ها خطی نیست، یعنی در واقع 120 دسیبل صدای موتور جت هست، 106 دسیبل صدای این دستگاه هست. اینو مد نظر قرار بدید. این اطلاعات رو هم تو بعضی از برندها من دیدم تو دفترچه‌هاشون ذکر میکنن، برندهایی که یه مقدار پروپیمونتر هستن این اطلاعات رو ذکر میکنن، اما در نظر داشته باشید 102 تا 104 106 دسیبل صدایی است که فارسی بور تولید میکنه. و اما نکته بعدی که باید بهش توجه کنید عدد RPM یا دور دستگاه است. RPM به معنی روند پر مینت یا روتیشن پر مینت یا ریولیشن پر مینت هست که دور دستگاه رو نشون میده. دور چی رو نشون میده؟ دور اسپیندلی که این تیغه بهش متصل میشه رو نشون میده. دور موتور نیست، مخصوصا تو موتورهای یونیورسال دورش خیلی زیاده، وصلش میکنم به گیربوک دور میارم پایین تر و این دوری که به شما نشون میده دور اسپیندل دستگاه. این دور دو تا نکته رو به شما میگه. نکته اول اینه که هر چقدر دور دستگاه بیشتر باشه به ازای متریال به برابری که برش میزنی نسبت به اونی که دورش کمتره، اونی که دورش بیشتره برش اسموستر، صافتر و بهتری به شما میده، البته به ازای تیغه ثابت و متریال ثابت. و نکته دوم که بهتون میده که نکته فنی هست و نکته ایمنی، دور شما یعنی دوری که دستگاه شما نمینویسه و یورو روی پلاکش هست باید کمتر از دوری باشه که روی تیغه است. روی تمام تیغای گرد یه گزینه هست به اسم ماکسیموم اسپید یا بیشترین دور، مثلا 6500 معمولا توش هست یا 7000 معمولا توش هست. فارسی بوری که انتخاب میکنید باید دورش کمتر از اون تیغه باشه، یا بهتر بگم تیغه‌ای که انتخاب میکنید باید ماکس اسپیدش برابر یا بیشتر از دور فارسی بور شما باشه، که البته جای نگرانی نداره و همیشه در این محدوده قرار داره. بریم ببینیم چه دورهایی توی بازار ایران هست. تو بازار ایران 1900 دور داریم، 3500 داریم، 3900 داریم، 4500، 5000 داریم و 6500. 6500 بیشتر نداریم، چون اکثر تیغایی که برای فارسی بور توی بازار ایران هست ماکس اسپید 6500 و بیش از اون نیست. نکته بعدی و آپشن بعدی که میتونید بهش توجه کنید چیزی جز لیزر دستگاه نیست. بعضی از دستگاه برای اینکه برش راحت‌تری داشته باشیم میان از لیزر یا خط سایه استفاده میکنن. خط سایه که من تو بازار ایران ندیدم، پس میمونه لیزر. لیزر یه نشانگر هست، قبل از اینکه شما تیغه رو به سمت پایین بیارید جایی که تیغه برش میده رو بهتون نشون میده. آپشن نیست که خیلی خودتون رو به چالش بندازید که الا بلین آپشن باشد یا نباشد. اگر باشد خوبه، از معایبش اینه که از کالیبر خارج میشه و ممکنه برش شما رو به خطا بندازه، بعضی وقتا هم کثیف میشه و از بین میره. و مزیتش اینه که خب خط برش رو قبل از اینکه تیغه بیاد پایین به شما نشون میده. اگر تو بازار من دیدم که یه مدل دیوار تو بازار ایران بود سابقا که خط سایه داشت یا شادو لاین داشت، اون اگر باشه که خب پرفکت و خیلی عالیه. اگر هم لیزر بود خیلی ذهنتون رو مشغول نکنید، برای این آپشن نیست که خیلی بهش فکر کنید. بریم آپشن بعدی. نکته بعدی که میتونید بهش توجه کنید شارژی بودن و یا سیمی بودن دستگاه است. با توجه به ابزارهایی که تو بازار ایران هست روی فارسی بورای شارژی فعلا و در این سال و به تاریخی که داریم محتوا منتشر میشه حساب باز نکنید. بنابراین برید دنبال فارسی بورایی که سیمدار هستن، چه سر پروژه و چه توی کارگاه فارسی بور استفاده کنید که برقی باشه. توان بیشتری به شما میده، استیبل تر هست، مشکل ران تایم رو ندارید و خرابی های فارسی بور رو هم فارسی بور شارژی هم قطعا نداری. اما امیدواریم هر چه زودتر فارسی بور های شارژی با موتور براشلس و درجه یک جهانی با قیمت مناسب و گارانتی خوب هم وارد بازار ایران بشود. و اما آپشن بعدی که میتونید بهش توجه کنید بحث خاکگیرش هست یا اگزوز خروجی گرد خاکش هست که در این قسمت قرار داره. همه فارسی بورایی که تو بازار هست این کیسه خاکگیر رو دارن، اما تجربه ثابت کرده که این خیلی تاثیرگذاری نداره توی کارگاه ها و بهترین حالتش این هست که یک این قسمت یه حالت
گلگیر مانندی، نمیدونم اسمش رو چی بذارم، باید وجود داشته باشه که حد اکثر خاک رو بگیره و از این طرف هم یه مکنده‌ای باشه، یه جاروبرقی صنعتی باشه که وکیوم کنه و اون گرد خاک رو جمع کنه. اگر تو خونه کار میکنه، اگر کارگاه کوچیکی دارید، این قضیه رو میتونید جدی بگیرید. گرد خاکی تولید میکنه واقعا زیاد هست و فضا رو واقعا کثیف میکنه. بتونید چه این آپشن رو فراهم کنین، حداقل یه جاروبرقی صنعتی روش بندازید، کارگاهتون همیشه تمیز خواهد بود. نکته بعدی که میتونید بهش توجه کنین، قابلیت کالیبر شدن فارسی بورها هست. خبر خوبی که همه فارسی بورهایی که توی بازار هستن این قابلیت رو دارن، یعنی میتونین کالیبر کنین، اما خب سیستم هاش متفاوته. کالیبر کردن یعنی که شما یک واحد اندازه‌گیری رو بر اساس یک مرجع قیاس کنید و اون رو تنظیم کنید که از حالت دقت خودش خارج نشه. مثلا این فارسی بور مثل خیلی از دستگاه دیگه یک در واقع قطعه الکتریکی مکانیکی است. تو قسمت مکانیکال خودش گاهی از دقت خارج میشه، مثلا تو درجه نیم درجه کمتر یا بیشتر میزنه و یا هر جایی که برش میزنید برش رو نامنظم انجام میده. در این جور مواقع هر جایی که مفصل داریم یه سری پیچی هم وجود داره که شما با چرخوندن اون پیچ ها و سنس کردن و یا دیتکت کردن اون به وسیله یک سری ابزار مثل گونیا، مثل نقاله، مثل زاویه سنج یا شیب سنج دستگاهتون رو کالیبر کنید. تو بعضی از دستگاه کالیبر کردن خیلی آسان تر است، ولی تو بعضی از دستگاه چون نیاز به ابزار اندازه‌گیری دقیقی داره مثل شیب سنج، کالیبر کردن یه مقدار مشکل است و بهتره که متخصصش انجام بده، مخصوصا تو فارسی بورها که خیلی سخت نیست. شما میتونید به راحتی کالیبر کنید که این پیچایی که این طرف داره یا پیچایی که اون طرف وجود داره یا این نشانگر شیشه‌ای که وجود داره، با تغییر اینها میتونید به راحتی کالیبر کنید. خبر خوب این که ما به زودی آموزش کالیبر کردن فارسی بور و دیگر ابزار نجاری که قابلیت کالیبر شدن دارند رو هم براتون قرار میدیم. و اما نکته بعدی که توی خریدتون خیلی تاثیرگذار هست، خیلی یار ناامید میکنه از خرید و خیلی رو به آه و حسرت وامی داره، بحث شیرین قیمت دستگاه است. در تاریخی که این ویدیو داره منتشر میشه، فارسی بورهایی که تو بازار هست از 4-5 میلیون هست تا 70 میلیون. 70 میلیون خب خیلی قابل حد هست که چه فارسی بورها هست، معمولا برندهای خیلی تاپ هستن با قیمت بالاتری فروش میرن، اما هولوش 4 تومن تا 70 تومن در نظر بگیرید. برای کارگاه خونگی و معمولی بین 15-16 تا 20-25 تومن شما میتونید یه فارسی بور خوب بخرید. حالا اگر بخوام این محتوا اورگرین باشه و قیمت ها معتبر باشه، شما میتونید بازه 200 دلار تا 2800 دلار رو در نظر بگیرید برای فارسی بورهایی که میتونید تو بازار خریدش رو انجام دادید. لطفا از ما نپرسید فروشنده هستید یا نه، چون آچوب فروشگاه ابزار نیست، فقط داریم محتوای تخصصی خدمتتون ارائه میدیم. آپشن‌های بعدی هم میگم خدمتتون، حتما گوش کنید. و اما نکته بعدی، نکته یکی مونده به آخر که خدمتتون بگم، خیلی مهم است، بحث گارانتی هست. متاسفانه هیچ رفرنس و هیچ مرجعی وجود نداره که کیفیت گارانتی رو بسنجه و ما بر حسب کیفیت گارانتی بخوایم نظر بدیم. هر اون چقدر شنیده ها هست و گفته ها هست و ادعاها هست، ادعایی که از سمت خریدار انجام میشه و ادعایی که از سمت فروشندگان مختلف ابزار انجام میشه. به صورت کلی سعی کنید برندهایی رو بخرید که حداقل تو 4-5-6 سال گذشته اسمش رو مدام شنیده باشید، تبلیغاتش رو دیده باشید، نشون میده که اون برند ریشه دار هست، نمایندگی داره و میتونید تا حدود زیادی بهش اعتماد کنید. سعی کنید تو بحث گارانتی از ابزارالاتی بخرید که در شهرهای مختلف نمایندگی دارن برای تعمیر و برای فروش ابزار. هستن برندهایی که اومدن حتی در شهرهای کوچیک هم نمایندگی دادن و شما میتونید خرابی ابزارتون یا پیدا کردن قطعات و گارانتی رو از طریق نمایندگی اونها پیگیری کنید. اما بازم میگم در واقع هیچ رفرنسی برای گرید بندی گارانتی حداقل تو حوزه ابزار من ندیدم. شما اگر میشناسید لطفا به اون بگید. اگرم از گارانتی شرکت راضی هستید یا ناراضی هستید، از 1 تا 10 در کامنت ها بهش نمره بدید، اسم برند رو بنویسید و بگید که نمره من به گارانتی یا خدمات پس از فروش این ابزار فلان هست از 1 تا 10، دلیلش هم بنویسید، تجربه کاربری خودتون رو بنویسید. کامنت های آچوب توسط خیلی خونده میشه، حتی دوستانی که فروشنده این ابزار هستن و تو ایران فعالیت میکنن. مطمئن باشید کامنت ها شما رو هم میخونن و امیدوارم که تاثیرگذار باشه. بریم نکته آخرام بگیم و کارو ببندیم. و اما آخرین نکته که میخوام بهتون بگم برمیگرده به اولین نکته.
انتخاب برند هست. ببینید دوستان، تمامی مواردی که بهتون گفتم و چند مورد دیگر رو که در ویدئوهای بعدی خدمتتون خواهم گفت رو باید فیلتر کنید. در انتها میرسید به انتخاب برند. انتخاب برند آخرین کاری است که شما باید انجام بدید، نه اولین کاری که باید انجام بدید. اینو توجه داشته باشید. چیزهایی که خدمتتون گفتم در اولویت هست نسبت به انتخاب برند. یه برند ممکنه خوب باشه واقعا، اما کم فروغ باشه، کم سر و صدا باشه، به قول معروف پروموت نکنه، تبلیغش زیاد نباشه. یه برندی ممکنه کیفیت معمولی داشته باشه اما بسیار پر سر صدا باشه. اینها میتونه همپوشانی داشته باشن نسبت به هم دیگه. ما هم مثل شما دوست داریم تجربه کاربری همه ابزارها رو داشته باشیم که بعد بیایم بگیم این ابزار خوب است بخرید یا بد است بخرید. اما خوب برای کی و بد برای کی؟ به همین دلیل است که خدمتتون عرض کردم و در این آموزش هم تاکید داشتم که آپشن محور برید جلو، یعنی آپشن ها رو بررسی کنید و با توجه به نیازتون که ناشی از شناخت از کارتون است خرید رو انجام بدید. خیلی روی اسم برند شما تاکید نداشته باشید. این فیلترها رو که انجام بدید خودتون به برند و مدل های مختلف خواهید رسید، یکی رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. خب دوستان، سعی کردم مواردی که مهم هست رو خدمتتون بگم. اگر موردی رو جا انداختم لطفا در کامنت ها با ما باشید، اطلاعاتتون رو شیر کنید، هم ما بیشتر یاد بگیرید، هم دوستانی که کامنت ها رو میخونن یاد بگیرن. چند دقیقه قبل در ویدیو در مورد گارانتی و شرکت هایی که گارانتی خوب و بدی دارن کمی صحبت کردم. اگر تجربه ای دارید حتما بنویسید. بازم تاکید میکنم کامنت های شما از طرف ما، از طرف خیلیا و از طرف دوستانی که فروشنده یا نماینده گارانتی در ایران هستن خونده میشه و امیدوارم تاثیرگذاری داشته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، این رو با دوستانی که فکر میکنید احتیاج به ویدیو دارن، احتیاج به خرید فارسی بورد دارن و اطلاعات کاملی ندارن، حتما این رو براشون شیر کنید. شیر کردن شما، کامنت گذاشتنتون و لایک کردنتون به ما نشون میده که راهی که داریم میریم درست است و با قدرت بیشتری تولید محتوای تخصصی صنعت چوب رو انجام بدیم. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من بودید.